سلام عرض میکنم، خسته نباشم. امیدوارم یک خستگی کوتاه گرفته باشین. خیلی خوشحالم باز میبینم اتون. آیه زالیز که لینک همیشه همینه؟ بچه هایی که حالا فعلا تا موقعی که به اصطلاح کلاس بازه و به اصطلاح چیز نشه، فکرم هفته دیگر هم میتونین باشین، ولی بعد از اون دیگه حالا باز دیگه تا نظر چیز چی باشه و مجموعه چی باشه. من تایم که بله، تایم که همینه. سجاد میگم دیگه این تایم فیکسه سجاد، ولی تا که لینکش سورسش باز باشه. یه شاگرد داشتیم از تهران اومده بود اولش، من اسمش دیدم اگه اشتباه نکنم، حالا باز ببینمش. نخواستم سوال ازش بپرسم. خب بریم آقا همانندسازی دی ان ای. آقا همانندسازی دی ان ای فهمیدیم دی ان ای همانندسازی میکنه به روش نیمه حفاظتی. آره ایمان، روش نیمه حفاظتی. خب و مزلسون استال هم تاییدش کردن و خب ما خواهیم حالا بریم ببینیم که خب الگو رو پذیرفتی. اینجا کار ما مهمه، میخواهیم بریم ببینیم که چگونه این اتفاق چی میفته. درست شد؟ حله؟ صدا هست؟ خب دقیقا بفرمایید، در روش به اصطلاح همانندسازی ما اینجا نگاه کنیم، میام این مراحل همانندسازی رو میخونیم. خب ببین کلماتی که اینجا به کار برده خیلی 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 توی تستا میان، خب و بسیار هم سادن، ولی چون دقت میخواد و نکته در اینه که همانندسازی خودش کلی چی داره، نکته داره، همایش رو نمیدونم کتاب تست و اینا، بچه ها بیشتر فوکوس میشن رو اونا، بعد اینا رو ساده میدن، سوالا رو آدم گیر میکنه. مثلا نگاه کن، اول نگاه کن، میگه که ما روش همانندسازیمون الگو میخوایم، الگویی که از روش این همانندسازی انجام بشه. پس الان دنایی که قراره روش همانندسازی انجام بشه، میگیم اون رشته هاش میشن رشته الگو ما، یعنی از روی اون قرار کار انجام بشه. خب بعد اینجا نگاه کن، میگه واحدهای سازنده، اونایی که من به شما گفتم اسمش لگوی آجره، میشه گفته نوکلوتیدای چند فسفاته، نوکلوتیدای سه فسفاته. ببین نوکلوتیدا سه فسفاتن. خب بعد میگه چی؟ در لحظه اتصال دو فسفاتشون رو از دست میدن. ببین نه قبلش نه بعدش، در لحظه اتصال همین سوال آزمون بوده، فکر کنم تو تستام باشه. خب بعد میگه آنزیم های لازم هم ضمن باز کردن دورشته نوکلوتیدار مصورت مکمل روبرو نوکلوتید قبلی قرار میدن و چی کار میکنن؟ پیوند فسفادیستر میزنن. اما مراحل همانندسازی به این خط کتاب با دقت نگاه کنید، میگه قبل از همانندسازی دنا باید پیچ و تاب فامینه باز و پروتئینه های آن که همراهشن، یعنی هیستون ها جداشن. خب یه ابهامی زد کتاب اینجا. خب اولا وقتی میگه پروتئین های همراهش یعنی هیستون ها جداشن، هیستون یک پروتئین یوکاریوتیه، یعنی شما در باکتری ها چنین پروتئینی رو نمیبینید. پس یه نکته بسیار مهم، یعنی شما نمیتونید این جمله کامل رو برای باکتری ها به کار برید. آیا میتونم در مورد باکتری ها بگم ابتدا باید پیچ و تاب دنا باز شه؟ آره. پروتئین های همراهش جدا شه؟ آره. نگو چی؟ هیستون، چون هیستون حضورش به معنی چیه؟ یوکاریوت بودنه. خب و سوال بعد اینه که آیا این باز شدن فامینه، باز شدن چی؟ فامینه و باز شدن پیچ و تابش رو من جزی از مراحل همانندسازی دنا بگیرم یا نگیرم؟ ببین همینم خودش یه نکته چالش برانگیز و سوال ساز و نمیدونم تله گذار برای تستاس. ببین میگه قبل از همانندسازی دنا، پس انگار این باز شدنه رو جزی از همانندسازی نگیرید. خب میگه به کمک چی انجام میشود؟ آنزیم هایی. چه آنزیم هایی؟ در حد کنکور به شما ربطی نداره، ربطی نداره، فقط میدونی یه آنزیم هایی. خب اما آنزیم یا آنزیم نیست، چند آنزیم هست و کارشون هم مثلا برداشتن هیستون هاست. میگه سپس آنزیم هلیکاز، از اینجا رفتین تو مراحل همانندسازی چی؟ دی ان ای. خب
اینجا رو نگاه کن. خب من خیلی ساده دارم طرح میدم. فرض کن این یه دنای منه که با حالت چی در اومده؟ پیچ و خم داره. به این دی ان ای ما که به حالت رشته های در هم تنیده و پیچ خورده است ما میگیم چی؟ 11 بهش چی میگفتیم؟ به این رشته های در هم تنیده دنا کروماتین. خب خب میگن کروموزوم، کروموزوم دو حالت داره، کروموزومی که خیلی فشرده است که بهش میگیم کروموزوم کروموزومی و کروموزوم کروماتینی. یعنی الان بچه ها من اگه این اسمو بخوام بگم این چیه ماست؟ دی ان ای ماست به اضافه پروتئین های چیش همراهش. ما اینا میتونیم صدا کنیم چی؟ کروماتین. به قول کتابتون چی؟ فامینه. درست شد؟ خب آقایون خانوما ابتدا باید چی کار کنیم؟ پیچ و تاباش باز بشه. کی پیچ و تاباشو گفتیم باز میکنه؟ یانزیمایی. خب پس من اینجا باز شدن چی رو دارم؟ پیچ و تابهاشو به وسیله کی؟ آنزیم هایی، نه هر آنزیمی ها، آنزیم هایی. ولی اسماشو کار نده. تازه اون تیکهی که این آنزیم ها عمل میکنن پیچ و تاب چی میشه؟ باز میشه. تازه ما با چی سر و کار داریم؟ تازه با مولکول دنا که حالت چی داره؟ مارپیچ. پس خانوم آقایون مارپیچ رو با پیچ و تاب اشتباه نگیرید. مارپیچ رو با پیچ و تاب اشتباه نگیرید. ولی برای همانندسازی دی ان ای باید این مارپیچ هم چی بشه؟ باز بشه. برای باز شدن مارپیچ از آنزیم هلیکاز استفاده میشه. تا اینجاش یه مرور کنیم. الان چی شد که پیچ و تابش باز شد؟ میگید پروتئینای همراهش جدا شد. که اگر یوکاریوت باشه اسم این پروتئینای همراه چی ان؟ هیستون ها. با چی باز شد؟ با آنزیم هایی. درسته؟ حالا میخوایم این دو رشته چه اتفاقی براشون بیفته؟ باز شدن چی رو داشته باشیم؟ باز شدن دورشتش از هم. برای باز شدن دورشتش شکستن چی رو میخواییم؟ شکستن پیوندهای چی؟ هیدروژنی توسط چه آنزیمی؟ هلیکاز. خب میام یه فرض اینجا میذارم، مثلا اینجا آدونین بوده، اینجا نوکلوتید تیمیندار، سیتوزیندار گوانیندار، مثلا تیمیندار آدونیندار، سیتوزیندار گوانیندار، تیمین آ، مثلا دوباره تیمین آ، مثلا سی جی. اوکی؟ خب اینجا الان دورشتش از هم چی شده؟ باز شده. ساختاری بچه حبابی شکل شکل میگیره که به این میگن حباب همانندسازی. در کتاب شما به این حباب میگن جایگاه آغاز همانندسازی. پس هر جا دیدین دو رشته دنا عین یک توپ از هم جدا شده و شکل ساختار حبابی رو داده، شما میگه اینجا یک نقطه چیه؟ شروعه. اوکی؟ خب بذاری من با اجازتون این رشتهشو بنویسم. اینجا مثلا آ رو گذاشتم، بریم پایین ببینم چی گذاشتم. سی تی سی، سی تی سی، آ تی جی، آ تی جی، حالا یکی دیگه مثلا میسیم تی و آ، اینم تی. خب اینجا چه نوکلوتیدیه؟ تیمیندار بین آوتی پیوند هیدروژنی دوتایی. اینجا سی و جی، اینجا باید آ باشه، اینجا سی جی مقابل آ نوکلوتید تیمیندار، مقابل تی ادونیندار، مقابل جی سی و مقابل تی آ. حله؟ خب بچه ها نگاه کنی، الان اینا هنوز پیوند هیدروژنی شکسته نشده. نکته، پیوند هیدروژنی پیوند ضعیفیه یا پیوند قویه؟ در حد شیمی، در حد زیست میگین پیوند ضعیفیه.
پس چرا اینقدر دو رشته دنا محکم به هم متصلن؟ اینقدر پایداره چون تعدادشون زیاده. درسته؟ پس تعداد زیادی پیوند چی؟ هیدروژنی باعث شده که دنا یه حالت چی بگیره؟ پایدار بگیره. اوکی؟ خب. بسیار خوب. حالا دقیقاً بفرمایید. الان چه آنزیمی بچه‌ها؟ دو رشته دنا رو اصلا باز کرده. هلیکاز. ببینید یه آنزیم هلیکاز رو من با حالت اینجا میکشم هل مینویسم، یه هلیکازم اینجا هل مینویسم. ما الان توی این نقطه آغاز یا توی این حبابمون چند تا هلیکاز داریم؟ دو تا هلیکاز داریم. بچه ها شکستن پیوند هیدروژنی نیاز به مولکول آب نداره، برقراریش هم آب تولید نمی کنه. یعنی نه شکستنش آب مصرف میکنه، یعنی تولیدش سنتز چیه؟ آب دهیه. مثل پیوند کوالان باش برخورد نکنیم. اوکی؟ خب حالا دقت بفرمایید، جایی که هلیکاز کار میکنه، نکته رو بگیر، اینا همه تو جزوهم هستا، جایی که هلیکاز کار میکنه، یعنی الان تو این حبابه چند تا هلیکاز داشتیم؟ دو تا دیگه. جایی که هلیکاز کار میکنه یه چیزی شبیه حرف انگلیسی وای میشه، میبینید؟ این ورم به همین ترتیب. به این دوراهی میگن دوراهی چی؟ همانندسازی یا رپلیکیشن فورک، چنگال همانندسازی یا دوراهه. خب پس الان یه مرور کنیم. اینجا الان چند تا حباب میبینیم؟ یک. چند تا جایگاه آغاز؟ یک. حباب با همون یکیه. چند تا هلیکاز کار میکنند؟ دوتا. پس محل عمل هلیکاز هم که بشه دورای همانندسازی؟ دوتا. اوکی؟ خب حالا آنزیم دیگری وارد بازی میشه، آنزیمی که با دقت باید گوش بدین که چه کار میکنه. خب آنزیمی به نام دنا بسپاراز وارد بازی میشه. خب ببین، توی این حباب، توی این حباب یا توی این نقطه چی؟ آغاز. خب ما الان این شکل رو ببینیم کاملا دستتون میاد. خب شما چهار تا دنا بسپاراز رو خواهید داشت که میان، چهار تا دنا بسپاراز و این هم دوتا هلیکاز های مان که دارن حرکت میکنند. هلیکاز ها در چند جهت حرکت میکنند؟ دو جهت. و دنا بسپاراز هم دنبالشون میرند. به همین علت به این همانندسازی میگیم همانندسازی چی؟ دو جهته. اوکیه؟ خب حالا دقت بفرما، بریم روی شکل، بریم روی شکل توضیح بدم. الان یکی از اون توپ زردا رو میخوایم بگیریم، دنا بسپاراز میاد اینجا رشته الگو رو چک میکنه، مثلا اینجا نوکلوتید چی رو میبینه؟ ادونین دار. از نوکلوتیدهای آزاد دریاخته یه نوکلوتیدی که مکمل این باشه بازش رو میاره، به شرطی که قندش چی باشه؟ دئوکسی ریبوز باشه. یعنی در مقابل این چه جور نوکلوتیدی رو میاره؟ نوکلوتید چی دار؟ تیمین دار. چند فسفات میاره؟ سه فسفات. در لحظه اتصال دو فسفات جدا میشه. پس ما اینجا شکست پیوند چی داریم؟ کووالان داریم. بین فسفات چند؟ بین فسفات سوم، بخش فسفات دوم و اول. درسته؟ دو تا فسفات جدا میشه، انرژی آزاد میشه که از این انرژی استفاده میشه جهت فرایند همانندسازی. درست شد؟ پس فرایند همانندسازی انرژیش رو از نوکلوتیدها تأمین خواهد کرد. شکستن این پیوند کووالان آب مصرف میکند. درست شد؟ خب حالا دقت بفرمایید، این یه قانون تا آخر سال یادت باشه، پیوندهای هیدروژنی خود به خود ایجاد میشن. یعنی چرا ادونین با تیمین پیوند چی میزنه؟ هیدروژنی. چون ساختار ادونین و تیمین مکمل همه. ببین پس آنزیمی در برقراری پیوند هیدروژنی نقش مستقیم ندارد. تمام. خب حالا نگاه کن، این نوکلوتید سبز که اینجا آوردیم، خب بذار با قرمز بنویسم که نمیدونم یاد دیده میشه فکر کنم ها. این نوکلوتید سبز که الان اینجا اومده جدید است دیگه. خب قبلش نوکلوتید دیگه ای اومده بود؟ نه. پس دیگه همین اوکی، کارش تموم شد. دنا بسپاراز میره جلو. خب
نوکلوتید بعدی رو نگاه میکنه. نوکلوتید چی داره؟ تیمیندار. میاد اینجا در مقابلش نوکلوتید چی رو میاره بچه؟ آدنیندار رو میاره. چند فسفاته میاره؟ سه فسفاته. در لحظه اتصال دو فسفاته میشن و خودش هم پیوند چی میزنه؟ هیدروژنی. و کاری که اینجا آنزیم دنابسپاراز میکنه بین نوکلوتید آدنیندار و نوکلوتید تیمینداری که قبلا آورده بود پیوند فسفو دیستر برقرار میکنه. البته در واقع پیوند فسفو استره، فسفور استری که بین کربن شماره 5 یک نوکلوتید با فسفات این نوکلوتید برقرار میشه. ولی چون هر نوکلوتید درون خودش هم یک فسفو استر داره، در مجموع میشه فسفو دیستر. الان دنابسپاراز نقش شکستن هم داره. خیر مجید خان، خیر. دنابسپاراز شکستن هیدروژنی رو نداره. هیدروژنی رو پرسیدن. خب بریم جلو. الان بچه ها دنابسپارازمون اینجاست. این اسمشو میذارم دی پی، دی ان ای پولیمراز. این الان بچه ها اونجا وایستاده که هلیکاز بره جلو، پیوند بین هیدروژنی بین سیتوزین و گوانین رو بشکنه، جلوی گوانین باز باشه، ایشون بره مقابلش نوکلوتید چی رو بیاره؟ سیتوزین دار. خودشون پیوند چی میزنن؟ هیدروژنی. در لحظه اتصال دو تا فسفات ازش جدا میشه، اینو با قبلی پیوند چی بزنه؟ فسفو استری که میشه دی استر. حله؟ خب حالا نگاه کن، از این ورم داریم یه دونه دنابسپاراز هم از این ور اومده، اینجا آ رو آورده با چی؟ تی. از این ورم به این صورت چی آ رو آورده؟ جی و آ و جی مثلا. و از این ورم اینجا سی و تی و مثلا اینجا سی. حله؟ به همین ترتیب بچه ها برن جلو چی میشه؟ در واقع اینا میرن به سمت بالا، اینا میان پایین، یه دی ان ای دورشتش کامل از هم باز میشه و در مقابل هر کدوم یه رشته جدید ساخته میشه. قبلی چی عزیزم سجاد؟ قبلی هاش چی؟ کدوم قبلی هاش؟ قبلی چی؟ خب یه بار دیگه بچه من بهتون میگم، یه بار دیگه چک میکنیم. خب دقت بفرمایید، فرض کنیم اینجا ادونینه، اینجا تیمینه، اینجا سیمین چی؟ سیتوزینه، درسته؟ خب خدمت رو عرض کنم، این رشته الگو میشه، اینجا رشته چی میشه؟ الگو میشه. خب اینجا آدنین بود، من دنابسپاراز چه نوکلوتیدی رو میارم؟ تیمیندار. چند فسفاته؟ سه فسفاته. میشینه، خودشون پیوند هیدروژنی میزنن، من دو فسفات جدا میکنم و سلام، میرم جلوتر. اینجا تیمیندار بود، چه نوکلوتیدی میارم؟ آدنیندار. خودشون پیوند هیدروژنی میزنن، دو تا جدا، من بین این و این قبلیه پیوند فسفو استری میذارم که معروف به میتونم بگم من باعث تشکیل فسفو دی استر شدم. میرم بعدی سیتوزین میبینم، گوانین دار، به همین ترتیب میرم جلو. حله؟ به هر حال چیزی که من دارم میبینم تا اینجا یه دونه حباب میبینم، یعنی یه جایگاه چی دارم؟ آغاز، دو تا هلیکاز، دو تا دوراهی، چهار تا دنا بس پاراز. اوکی؟ خب حله؟ اوکی؟ خب حالا خواهش میکنم با دقت نگاه کنید، با دقت نگاه کنید. دی ان ای خطی یوکاریوتا طولش خیلی زیاده، دی ان ای خطی یوکاریوتا طولش خیلی زیاده. اگه قرار بود با یک حباب کارش چی بشه؟ انجام بشه، برای همانندسازی زمان چی؟ زیادی صرف میشد. اوکی؟ خب بنابراین یه اتفاق افتاده، برای اینکه همانندسازی با سرعت مناسبی انجام بشه تعداد حباب ها یا جایگاه های آغاز چی؟ زیادی در دنای خطی شکل میگیره. من فرضی این کشیدم اینو تا بدین ترتیب همانندسازی سریع تر انجام بشه. فقط برای تمرین میگیم الان یه دنای خطی، الان چند تا حباب اینجا میبینید؟ چند تا حباب میبینید؟ 6 تا. پس چند تا نقطه آغاز داریم؟ 6 تا. چند تا دوراهی؟ 12 تا. هلیکاز 12. دنابسپاراز فعالیت میکنن 24. حله؟ خب نگاه کنید، من با آبی میرم اینو.
الان تو این حباب اولیه دو تا دنابت فراز دارم به سمت چی میرن؟ بالا. میرن بالا، اینجایی که ضرب در زدم همانندسازی چی میشه؟ تموم میشه. دو تا میان اینجا پایین، دو تا از اینجا میرن بالا، اینجا باز همانندسازی چی میشه؟ برخورد میکنن و هم چی میشه؟ تموم میشه. اینجا هم تمام میشه، اینجا هم تمام، 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 تمام. چند تا تمام؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. پس میتونیم بگید من اگه نقاط چی رو داشته باشم؟ آغاز به اضافه یک کنم، نقاط چیم به دست میاد؟ پایانم به دست میاد. این قانون برای دنای چیه؟ خطیه. درست شد؟ پس برای دنای خطی نقاط پایان یکی از آغاز چیتره؟ بیشتره. حله؟ خب اما یه چیز بسیار مهم، یه لحظه تصویر رو نگاه کنین چی میگم. خب بیایم فرض بگیریم اینجا نوکلوتید سیتوزیندار بوده، اینجا نوکلوتید گوانیندار، و دنابسفاراز ما اومده اینجا مقابل نوکلوتید سیتوزیندار نوکلوتید چی رو برده؟ گوانیندار. دو فسفات رفتن، پیوند هیدروژنی خورده، و الان بعد مقابل نوکلوتید گوانیندار نوکلوتید چی بیاد؟ سیتوزیندار. فرض کنیم چی بیاد؟ آدنیندار بیاد. سوال اول، این مکملونه؟ پس پیوند هیدروژنی تشکیل نمیشه. اما یه مسئله وجود داره، دنابسفاراز اول فرضشو میذاره بر اساس اینکه این مکمله، تو وقت اینو نداره که اول چیز کنه، اول با توجه به اینکه معمولا اشتباه نمیکنه اون اوکی میاد میذاره، بعد میاد اینجا پیوند فسفواستر رو میزنه، یعنی میشه فسفو دیستر. درسته؟ فسفو دیستر رو میزنه. حله؟ خب حالا نگاه کن، قبل از اینکه بخواد بره نوکلوتید چی بعدی، فرض اینجا نوکلوتید تیمین داره، قبل از اینکه دنابسفاراز بخواد بره نوکلوتید چی بعدی، اول همین نوکلوتیدو چک میکنه. این قانون دنابسفارازه، میگه من قبل از اینکه نوکلوتیدو برم یکی جلوتر، اول همون نوکلوتیدی که گذاشتم رو وارسی میکنم. اگر همه چیز درست بود حق رفتن به سمت نوکلوتید بعدی رو دارم، اگر نه باید اون نوکلوتیدو چیکار کنم؟ حذفش کنم. خب الان که اشتباه، ببینید حالا که میبینه اینجا اشتباس، یعنی پیوند هیدروژنی برقرار چی نشده، میاد این پیوند فسفوچی دیستر رو از بین میبره. درسته؟ الان رفت تو خاصیت نوکلازیش. پس دومین نوع کاری که دنابسفاراز انجام میده، اگرچه اسمش بسپارازه، یعنی بسپار کننده است، یعنی پلیمر سازه، ولی میتونه نقشه چی داشته باشه؟ نوکلاز هم داشته باشه. درسته؟ بعد که اینو شکون، این نوکلوتید رو چیکار میکنه؟ حذف میکنه. نوکلوتید چی رو میاره؟ صحیح رو میاره. یعنی چی؟ نوکلوتید چی دار؟ سیتوزیندار. اینا با هم پیوند چی میزنن؟ هیدروژنی، فسفودیستر رو هم برقرار میکنه. میره بعدی، این الان ادونیندار. درسته؟ خودشون هیدروژنی میزنن، دو فسفات هم که جدا شده، اینجا پیوند فسفودیستر. الان چک میکنه این اوکی یا نه؟ بعد میره. حواست باشه، این قانون دنابسفارازه. سوال، کتاب میگن گفته بر میگرده چک میکنه، نیا که منظورش اینجوری بوده، بر میگرده چک میکنه، نه اینکه بر میگرده. دنابسفاراز روی یک رشته در دو جهت حرکت نمیکنه ها، اشتباه نکنین ها. من دیگه بعضی ها مثلا نخ و سوزن رو برمیدارن نکته میدوزن، لحاف نیست تا کتاب که ما هر جاشو میخواییم به هر جاش بدوزیم بعد بگیم به این نکته که دارم. کلمه برمیگردد یک کلمه عامیانه است، از کتاب هم ایرادی نمیبینیم. شما مثلا ممکنه بگی برگشتم نگاش کردم، به معنی چی؟ برگشتم نگاش کردم، بعد میگی دیدم نه خوب نبود، دوباره به راهم چیز ببخشید، نیاز به ویرایش نداشت، رفتم دیدم نیاز به آرایش داره، آبه ایرانشش میکنه. مثلا هم گوانین میومد، آره گوانین میومد، این هیدروژنی که برقرار، ولی فسفودیستر رو میزنه. بعد قبل از اینکه بره بعدی یه چک میکنه، میبینه نه درست نیست، برش میداره، پس بعد فسفودیستر رو بشکونه. پس وقتی من میگیم نوکلاز، درسته؟ یعنی میخواد نقشه نیرایشش انجام بده. اگه بین دو نوکلوتید گروه فسفاتی قرار داره درسته، نه
نه عزیزم، چون میگن اگر بین دوتا نوکلوتید فسفات باشه درسته، برای ویرایش اگه میگی نه، چون بر اساس اون که اگه غلط هم باشه اون گروه فسفات چی؟ وجود داره. خب دقت بفرمایید، دقت بفرمایید اینجا. خب تمام نکات اینا تو جزوه هست، تمام نکات توی جزوه هست. خب و من ازتون خواهش میکنم جزوه رو اوکی کنید. الان نگاه کنید مثال از نکاتی که تله گذاشتن تا حالا تو آزمونا. این شکل هماهنگسازی دنار، قبول؟ یه طرف دوراهی را چیز حباب رو هم نشون داده، یعنی شما چند تا دوراهی میبینید؟ یک طرفش این وریش نیست. خب الان اینجا جاییه که آنزیم چی داره عمل میکنه؟ هلیکاز. اینا چی هن این وسط ریختن؟ نوکلوتید هان دیگه، لگوهای ما، آجورای ما. نه چند فسفاته؟ سه فسفاته. نه 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 میگم سه فسفاته، این آماده به رزمان. ولی نکته ای که اینجا وجود داره، خب چون اینجا این رنگ حالا نارنجی هرم گذاشته، یعنی یوراسیل دارم هستا، استفاده نمیشه. پس اگر بیاد بگه در محل دوراهی روما یوراسیل دارو داریم، داریم ها، ولی در ساختار دنا استفاده نمیشه. تازه اینجا وقتی که میگیم این یوراسیل داره، یعنی خب خدمتون عرض کنم که قندری بز رو هم داریم، درست شد؟ خب اونو من دیدم، اونی که شما میگی نیستا. خب درسته دیگه، یعنی اون جمله که شما میگی درسته، منظورم اینه که برای ویرایش نبوده. اون که بله دیگه، نوکلو بین دوتاشون همیشه فسفاته. خب آیا نگاه کنین اینجا رو، یا خانوم ها که ببخشید گفتم آقایون، آره هر وقت دوست هر جوری خودتون. خب الان نگاه کنین، من خواهش میکنم به این شکل نگاه کنین، خیلی هم کاری دیگه نداره، به این شکل نگاه کنین. این شکل کتابه، این بارم از روش سوال اومده تا حالا. خب من میام اینجا کامنتاتون رو دارم میبینم، آره دارم میبینم. خب به من میگید این شکل چند تا حباب رو نشون داده؟ سه تا. دنا هم که خطی، این نشون میده چند تا نقطه آغاز داریم؟ سه تا. حبابا همون آغاز دار. چند تا پایان داریم؟ چهار. چند تا دنابسپاراز؟ دوازده تا دنابسپاراز فعال دارن کار میکنن. ببین باز از این کلک ها نزدن و بگن او دنابسپاراز زیاده، دارن کار میکنن. خب فعال. چند تا هلیکاز فعال؟ شش تا. خب چیزی که من میخوام بدونید، خب دوتا نکته است، این دوتا نکته بسیار محتمله که سوال بیاد. اولا چیزی که اینجا میبینیم اینه که این حباب وسطیه از نظر ابعاد از اینای دیگه چی تره؟ بزرگتره. خب خواهش میکنم، آروم میگم، شما در جریان نکته من باشید، حتی میتونید نوت بردارید. اولا نگاه کنید، از این شکل یه نتیجه مهم میشه گرفت، سرعت همانندسازی در حباب ها یا نقاط آغاز الزاماً با هم یکی نیست. این یه نکته، اونایی که لازمه بنویسن سرعت همانندسازی دی ان ای در نقاط آغاز با هم یکسان نیست. نکته دو، بچه در فعالیت همانندسازی تحلیل کنین، تحلیل کنین به من جواب بده. خب در فعالیت همانندسازی، آره اول فاز یه چیزی نوشت اونجا، الان هم سوال گسترش شد، سرعت فعالیت دنابسپاراز یکسانه یا متفاوته؟ سرعت همانندسازی یکسانه یا متفاوته برای یه آنزیم یا برای آنزیما با هم؟ خب حالا بهتون میگم، چون یکی به ویرایش هم اشاره کرد. اوکی، اگر ویرایش نباشه سرعت همانندسازی یکسانه، درسته؟ و در ضمن آقایون خانوما، ویرایش نوکلئازه، میفهمین؟ یعنی الان دنابسپاراز چادرش رو عوض کرده، پوششش رو عوض کرده، رفته توی خاصیت دیگهش، پس سرعت همانندسازیش یکسانه. پس این هم یه نکته، پس فعالیت دنابسپاراز سرعت چی داره؟ یکسانی داره تو اون حبابا. خب نکته بعد،
حلقه وسط هم منفصل اشتهای جدید پیش چرا طولانی تره؟ با اونم میرسیم. بچه سرعت هلیکاز چی؟ سرعت هلیکاز در تمام حبابا یکسانه یا متفاوته؟ نه یعنی چی؟ متفاوته، یکسانه، متفاوته، یکسانه، متفاوته، یکسانه. خانوما آقایون سه تا هیدروژنی بعضی ها باید بشکنن، بعضی ها دوتا. حالا بگی، حالا متفاوت شد، درست شد؟ یعنی اگر آقایون خانوما اگر یه تیکه دی ان ای پر از ادونین و چی باشه؟ تیمین باشه، اونجا راحت تر از هم باز میشه. یعنی سرعت حرکت هلیکازا چی تر بودن؟ بیشتر بودن. گرفتین؟ چون کانونی آزمون داد پارسال تو جزوه هم هست، تو میخوای بری میتونی بری آخر ساعته. خب یک نکته داده بود که گفته بود که جزوه تون هم تستش هست دا. که گفته بود سرعت همانندسازی رو یکسان گرفته بود، ولی خب این همانندسازی یعنی هلیکاز نیست. خب حالا سوال پیش میاد، اینجا چرا حبابش بزرگتره؟ دلایلو ببین چه جوری میچینم. یا اینجا همانندسازی رو زودتر شروع کرده، آره ابوالفضل میگه، یا وسطی ادونین تیمینش نسبت به اینا چی تر بوده؟ بیشتر بوده، چون دوتایی بودن پیوندا، یعنی توی این کوچولوها سی او جیاش بیشتر بودن. آفرین. یا اینکه این اولی آخری درگیر ویرایش شدن، یعنی احتمالاً اشتباه اونجا رخ داده. آره این انگار کم ده اولی آخری همیشه نه این شکل. آره اینجا ممکنه این بزرگتر باشه دیگه. پس الان انگار اینجا چی؟ اشتباه کمتری رخ داده. پس ببین من سه تا دلیل دارم میارم برای چی بعضی حباب ها ممکن است حباب های دیگر بزرگتر باشن. یک، توالی ادونین تیمینشون بیشتر باشه. دو، ویرایششون کمتر باشه. سه، زمان آغاز همانندسازیشون اولتر باشه. درسته؟ خب امیررضا بارویی ماره کدوم شهری مشهدی؟ اوکی شاگرد من نیستی که نه؟ اسمت برام شده جونم تازه واردی خوش اومدی. نگار چی نوشته؟ چه سرعت آنزیما رو میشه دوباره بگید؟ بله دنابسپاراز یکسان، هلیکاز بسته به توالی متفاوته. همچنان یادتون باشه بچه ها هلیکاز پیوند هیدروژنی میشکنه، دنابسپاراز پیوند فسفودیستر برقرار میکنه، لازم باشه هم مجبور چیکار کنه؟ بشکنشون. خب بچه ها یه نکته مهم دیگه اینجا داریم، اینم خیلی سوال اومده تا حالا. میگه تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی در یوکاریوت ها حتی میتونه بسته به مراحل رشد و نمو و هم چی بشه؟ تغییر کنه. یعنی یوکاریوت میتونه، مرسی، یوکاریوت میتونه دی ان ای رو چیکار کنه؟ تنظیم کنه همانندسازیشو. مثلا زمانی که سرعت تقسیم بالاست مثل دوران چی؟ جنینی، با حبابای بیشتری همانندسازی انجام میشه. زمانی که سرعت تقسیم میاد چی؟ پایین، حبابای کمتر و اصلا ممکنه جایی هم تقسیم دیگه نشه و نه حبابی هم نباشه. خب پیوسته گسسته رو میگه میشه توضیح بدین؟ آره شدنیه، ولی ایمان شاگرد مدرسه جایی با من هستی یا نه اینجایی فقط؟ خب پس باشه یه جا توضیح کامل بدونم. الان اگه میخوام اینجا توضیح بدم چون اینجا برای اولین بار گفتم قبلی ها به هم میریزه. خب اما بریم یه مطلب فاینال بگیم و بریم جلو. پس آقا یه چیز دیگه هم مثلا بگم، پس اگه گفتن موجودی داره بسته به مراحل نمو و سرعت همانندسازیش رو تغییر میده، این موجود قطعا چیه؟ یوکاریوته، باکتری نیست، چون باکتری نمیتونه این کار رو انجام بده. کلاس تا کیه؟ کلاس تا چند دقیقه دیگه که من باز کلاس دارم باز برم. دوستایی خواستن به ما ملحق بشن شنبه رو میتونن ملحق بشن همین ساعت الهی بگردمتون، ولی برای بچه های دیگه اونایی که امروز جدید اومدن افتخار آشنایی باهاشون رو داشتیم، لذت بردیم از حضورشون، از چشماشون ممنون. ولی اگر خواستن با همین مجموعه هم هماهنگ کنن، حالا یا جوین شن
یا نه، منم سریع شمارم رو می نویسم، اگر کسی لازم داشت بهش پیام بده تا لینک کانال خودم بذارم، 43 44 150. درسته؟ اگر اونجا یه رأی گیری میکنم، اگر دوستان موافق بودن آزمونای کانون یا گزینه یا هر جای دیگه، ماز، لیموتورش، هر کدومو که صلاح دونستیم همینجا کلاس میذاریم تحلیل میکنیم. خب اونایی که موافق باشد، الان اینجا اگه کسی موافق هستش یک بنویسه، من ببینم چند نفر موافقن، یه تایم غیر از این تایم را. خب این یکا معنی موافقنه. آره، و سریع هم یک، چون تعدادمون به اندازه است که بشه من یه نظر اجمالی بگیرم، بین کانون گزینه ماز، بین کانون گزینه ماز، گزینه ماز گربه، ماز کانون، ماز کانون، کانون گزینه، گزینه مثل که گزینه یا بیشتر شدن ها. آره سخت‌تر هم مثل گرفته بود آزمون شما. من دیدم بچه ها با درصدهای پایین، ترازهای هم عدد مثلا 30شون 50 فیزیک بود با یه تراز، یعنی انگار زیسته از فیزیک خیلی چی تر شده بود. خب آقا بریم حوالنسازی در کیا رو بگیم؟ در یوکاریوت ها که دیگه گفتیم، در باکتری ها. آقا خیلی باکتری ها سادن، حوالنسازی باکتری ها، خب چون دی ان ای باکتری ها نسبت به چون همانند دی ان ای باکتری ها نسبت به یوکاریوتا چی تره؟ کوچیک تره، همانندسازیش سریعتر جمع میشه، پس به نقاط آغاز زیادی هم نیاز نداره. ببین خب دقت بفرمایید، اینجا خب میگه اغلب پروکاریوتا یعنی هم باکتری ها فقط یه جایگاه دارند، یعنی باکتری ها با یه جایگاه هم کارشون را میفته، ولی میگه اغلبشون، یعنی اگر به شما گفتن یک دنایی فقط یه جایگاه داره قطعاً باکتریه، ولی اگه گفتن بیش از یک جایگاه داره میتونه باکتری باشه یا میتونه چی باشه؟ خب یوکاریوت هم که قطعاً، ولی بگید دی ان ای قطعاً چند جایگاه داره، اون یوکاریوته. خب ببین خیلی ساده است، چون گفته همانندسازی دو جهتیه، من اصلا کاری نداره برام، میگم آقا اینجا خیلی ساده، دو رشته از هم باز شدن تشکیلش هم حباب شده، یه حباب دو تا هلیکاس توش کار میکردن، پس چند تا دوراهی داشتیم؟ دوراهی دو تا داشتیم، بعد دو تا دنابسپاراز از این ور، دو تا دنابسپاراز از این ور، چهار تا دنابسپاراز کار انجام دادن. حله؟ خب بعد نگاه کن، اینجا بوده نقطه چیه ما؟ اینجا بوده نقطه آغاز ما، ببخشید اینجا بوده نقطه آغاز، به همانندسازی اینجوری دوراهی از هم دور میشن یا به هم نزدیک میشن؟ دور میشن بعد به هم نزدیک میشن، اول دور میشن بعد نزدیک میشن، اینجا تموم میشه. پس عملا یه نتیجه میگیریم در همانندسازی دی ان ای حلقوی، آغاز با پایان چی میشه؟ برابر میشه. درست شد؟ در حالی که در همانندسازی خطی آغاز از پایان یکی بیشتر کمتر بود، پایان از آغاز یکی بیشتر بود. خب من سریع میخوام یه مثال بزنم بحثو تموم کنم، چون بعضیا خسته شدن، کم کم منو شامل دعای خیر خودشون میکنن. اگه کسی دعای خیری منو کرد بدون دل به دل، راه داره و من هم آنها را دعا خواهم کرد. در دو جهت با یک جهت آغاز و پایان یکیست. بعد خب اینجا یه لحظه نگاه کنیم، چون بعضی موقع ها، خب بعضی موقع ها ممکنه طراح بیاد سوال بپرسه، خب بیاد سوال بپرسه و بگه که آقا اگر همانندسازیش چی بود؟ یک جهته بود چی؟ اینجا یه شک کشیدم، یه مرور کنیم. خب ببین اگر همانندسازی چی باشه؟ یک جهته باشه چی؟ فقط حواست باشه تعداد حباب رو من اینجا فرض گرفتم چند تاست؟ تعداد حباب رو فرض گرفتم یکیه. خب اگر همانندسازی یک جهتی باشه، یک جهتی باشه، حبابم که یکیه، یعنی شروع هم چند تاست؟ یکی. خب ولی چون قرار از یه جهت بره، پس چند تا دوراهی دارم؟ یکی هلیکازم، یکی دنابسفاراست، دوتا همانندسازی 360 درجه ای میره، یعنی نقطه آغاز میفته کنار نقطه پایان. ولی همانندسازی دو جهتر که گفتیم حباب همون یکیه، هلیکاز میشه دوتا، دوراهی هم دوتا، هر کدوم اینجوری میرن جلو، همانندسازی میشه چی؟
ببخشید 180 درجه. اینجا آغاز و پایان مقابل هم میفته. الان بچه‌ها سریع به من بگید چه دلیلی ما الان دیگه باید بتونی بگی یا باهوش باش خسته نشو. الان میتونی بگی اگر بگم همانندسازی چی بوده؟ دو جهتی بوده، یعنی دومیه. خب بعد نقطه آغاز و پایان مقابل هم دقیق نیفتاده، نقطه آغاز و پایان مقابل هم دقیق نیفتاده، درسته؟ اینجا چه نتیجه میگیریم؟ یه طرف آدونین تیمینش از اون طرف بیشتر بوده، یا یک طرف درگیر چی شده؟ ویرایش شده. متوجهی منظورم میشه؟ اینا همه با فرض کپی بودن همه چیزه. اوکی؟ اونایی که میخوان تشریف ببرن برن، اونایی که هستن سه تا تست میزنیم و میریم. میگه در فرایند همانندسازی به دنباله عزیزم مواظب باش، کلمه به دنباله خیلی مده، به دنباله انقدر مده که این کار نمیکنه. به دنباله اینجا یعنی چی؟ وقتی به دنباله دیدی یعنی چی؟ پس از هم. خب ستایش من گفتم فرض کنیم همون مثاله، شما الان میگه هوا باشو بیشتر کنیم که آره عزیزم اونم میشه. خب الان نگاه کن، میگه به دنباله، نگاه کن، میگه به دنبال تشکیل ساختار وایمانند. ساختار وایمانند چی بود؟ همون دوراهی چی؟ همانندسازی. میگه نوکلئوتیدهای تک فسفاته موجود توسط آنزیم دنابسفاراز مصرف میشن. میگیم خب این تیکت غلطه. نوکلئوتیدهای چند فسفاته باید میگفت؟ سه فسفاته. نه اینا روی اسلاید همه دیگه. اسم چی؟ آرن ای؟ ها رعنا. تا حالا فکر نگم رعنا رو به انگلیسی. گفتم واسه کلاس عرفانش رفت بالا الان دی ان ای نیاد. آره. خب الان اول فرزن شما که نوشتی رناست، الان من بهتر فهمیدم، خودم شما نوشتی رنا، که حالا همه دارن میخندن به جز خودش، هر کی هستی بابا شوخی کردم. خب ناراحت نشی. آقا دومین تست میگه به دنبال فعالیت هر آنزیم هلیکاز. بچه هر هلیکاز میدوه میره، چند تا دناب اسفاراز دنبالش میدوهن میرن؟ دوتا، درسته؟ میگه دو آنزیم همانندسازی کننده در طی فعالیت چی؟ نوکلازی پیوند فسفودیستر را تشکیل میدن. میگیم عزیزم اون که پیوند فسفودیستر را تشکیل میده نوکلئاز نیست، بس پارازیشه. پس اینجا کلمه نوکلئازش غلط بود. میمونه گزینه 3 و 4. خب جواب که 4ه، که خیلی هم ساده است. میگه به دنبال برقراری پیوند فسفودیستر آنزیم همانندسازی کنند صحت رابطه رو بررسی می‌کنه. اصلا قانونش دناب اسپارازین بود که هر وقت یه نوکلئوتیدی رو بذاره قبل از اینکه بره بعدی نگاه کنه ببینه همه چیز خوب هست یا نیست. حله؟ اما مسئله گزینه 3 که احتمالاً عده زیادیتون در وهله اول اینو می‌زنید. اگر هم به ترتیب بیاییم پایین نگاه کن چی میگه؟ میگه به دنبال اتصال نوکلئوتیدها به انتهای رشته‌های در حال ساخت دو مولکول فسفات از نوکلئوتید جدا میشه. آقا این چیش؟ آقا این چیش مشکل داره؟ مگر نه اینکه هر دونه، مگر نه اینکه هر دونه به اصطلاح چیز میاد نوکلئوتید میاد بعد دو فسفاتش جدا بشه؟ میگیم خب، ولی میگیم چی چی جدا؟ کلمه به دنباله، به دنبالش نیست، در لحظه اتصاله. متوجه این؟ در لحظه چی؟ اتصاله. آفل. خب خب فهم کنم دیگه اینجا تست دیگه ای نباشه، منم چون دیگه به اینم کار کنیم و بریم. خب اینم کار کنیم و بریم. خب اوکی. ببین میگه نوع آنزیم شرکت کننده در فرآیند همانندسازی که خب جای خالی میتواند جای خالی. خب میگه در تولید مستقیم نوع بسپار دخالت داره. این کیه؟ دنابسپاراز دیگه. نه میگه بین بازهای مکمل پیوند هیدروژنی ایجاد میکنه. این غلطه، خود به خود ایجاد میشه. درست شد؟ خب حله؟ حواست باشه اینجا عرفان. در شکستن پیوند هیدروژنی نقش داره. این کیه؟ هلیکازه. میگه نوکلئوتیدهای مکمل را جفت میکنه. میگیم این کار دنا
بس بارازه به کارهای هم دخالت نکنیم. دو رشته دینا رو از هم فاصله میده، میشه کی؟ هلیکاز. میگه میتونه فعالیت بسپارازی، نه فعالیت نوکلئاز داره، کیه؟ دنا بسپاراز. میتونه پیوند فسفودیستر تشکیل بده؟ قطعاً میتونه تشکیل بده. دوستا خیلی خوشحال شدیم که تشریف داشتین، خیلی 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 خوشحال شدیم. یه دونه سوال مینویسم اینجا، چند لحظه با میسم ببینم کی جرأت میکنه جواب بده و منو ببینم و بعد برم. بچه ها در هنگام همانندسازی هی نوکلوتید میاد پشت نوکلوتید دیگه میشینه دیگه، درسته؟ خب فسفات نوکلوتید جدید به قند نوکلوتید قبلی وصل میشود، یعنی فسفودیستر میزند، یا برعکس. یعنی وقتی یه نوکلوتید جدید میاد از سمت کربن شماره 3 میچسبه به فسفات نوکلوتید قبلی، یا نوکلوتید جدید میاد با فسفاتش میچسبه به قند قبلی. این هم روش فکر کنید. الان هم گفتید چه بهتر. بله میگین خب متصل میشه به قبلی. چی به قبلی؟ قند به فسفات قبلی میچسبه یا فسفات به قند قبلی؟ دارم اونایی که درست میگن و میبینم. ها مریم درست، امیررضا درست، نسترن باریک الله، آفرین سبا درست، اونای دیگه استوری چیه؟ برحال خیلی خب. آره درستش هم همینه. هر نوکلوتید جدیدی میاد، هر نوکلوتید چی بیاد؟ جدیدی بیاد، از فسفاتش وصل میشه به چی؟ قند قبلی. قربونتون بشم، خیلی 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 خوشحال شدم چشماتونو دادین به من، نگاهتونو بخشیدین به من. بیا یاسمن از هفته بعد بیا. قربون شما، قربون شما، خیلی خوشحال شدم. پس قرار ما شد احتمالاً چی؟ قربون شما. بچه‌ای هم که کلاسشون این که اینجا چنبست، ولی احتمالاً تحلیل گزینه هم رفت تو کارامون. میشه حضوری بیایم؟ نه حضوری امکان نداره، از حضوری ما رو بچه‌های وی آی پی اینجاست. بله کلاس برای بچه‌ها ماز میگن بهتر نیست، همشون خوبن. خب ما به تعداد انتخاب میکنیم نه بر اساس. دوباره که این میذارین شنبه دیگر هم مهمون ما باشید. سجاد آزمون علوی آزمون بسیار خوبیه. علت این که من تحلیلش نمی کنم اینجا به این دلیله که آزمون اختصاصی ما را آموزشگاه خودشونه، یعنی مال خودشونه و میشه سر مجموعه خودشون تحلیلش کرد، طراحیش با خودشونه. اوکی؟ آره عالی، مخصوصا این سریش هم خوب بود. قربون شما بشم، ببخشید من با سرعت واسه برم کلاس دارم. در پناه خدا باشین، خدا نگهدارتون.